موضوع رو از جنبه‌های مختلف بررسی می‌کنیم و سه مهمان داریم. از جنبه سیاسی رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی از نظر حقوقی و جزئیات پروتکل الحاقی، مهران براتی، کارشناس روابط بین‌المللی، و از نظر امنیتی فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. سلام به همه شما آقایون. با آقای رضا تقی‌زاده شروع می‌کنم. از جنبه سیاسی می‌خوام اینو بررسی بکنم. آیا این دعوای مجلس و دولت به نظر شما یک دعوای واقعی است یا در واقع یک جنگ زرگری؟ میتونه آمیزه ای از هر دو باشه. اون چه که امروز کلیاتش در مجلس اسلامی تصویب شد پیشنهادی بود که چند هفته قبل مطرح شده بود و قصد طرح این پیشنهاد که با یک فوریت در کمیسیون امنیت ملی مجلس اسلامی تصویب شد گذاشتن چوب لای چرخ دولت بود، البته برای زمانی که عمر دولت کنونی در کاخ سفید پایان پیدا کرده و دولت ایران این فرضیه رو برای خودش مطرح کرده که میتونه با دولت بعدی آمریکا برای لغو تحریم‌ها به توافقی برسه، و چون اصولگرایان مجلس را در اختیار دارن و نیت اینو دارن که دولت بعدی جمهوری اسلامی رو هم تشکیل بدن، طرحی رو فراهم کردن که شل بود، زماندار بود، شکل بلوف جدی نداشت، ولی به هر حال نیتش گذاشتن چوب لای چرخ دولت بود. ولی اونچه که امروز در مجلس تصویب شد و خمیرمایه همون طرح یک فوریتی است، جدیت بیشتری رو داره و به اصطلاح به نوعی بانتی هم محل شرط بندی رو بالا میبره. این با وجود تعهداتی که درش پیش بینی شده اگر تحقق پیدا بکنه، اگر عملی بشه، با این وجود که در گذشته تمام اون چیزی که در طرح مصوب امروز قبلا مورد تمرین قرار گرفته بود، از اجرا نکردن پروتکل الحاقی تا تولید اورانیوم با غلظت 20%، ولی فضای امروز فضای متفاوتیه. این میتونه هم دولت و هم حکومت رو، مجموعه حکومت رو با مخاطرات جدی روبرو بکنه. در حقیقت یک بلوف سیاسی است که تبدیل به یک خطر بالقوه به نظر من برای مجموعه حاکمیت شده. آقای براتی، میخوام اینو از شما بپرسم که الان چند روزی هستش که بحث این پروتکل الحاقی مطرحه، اما به هر حال ایران واقعا پروتکل الحاقی رو در مجلس تصویب نکرده. شرایط عضویت ایران در این پروتکل الحاقی الان چطوریه؟ دولت ایران داوطلبانه قبول کرده که طبق شرایط پروتکل الحاقی داوطلبانه عمل کنه. قاعدتا هم میتونه چون داوطلبانه است عمل نکنه. اما این مصوبه هیچ نوع عواقبی نداره چون قبلا اصلا تصویب نشده بود که حالا خلافش باشه. اون چیزی که واقعیت داره نتیجه این مصوبه هست و اون این است که کشورهای اروپایی الان در موقع بازگشت سر میز مذاکره میتونن به کلی از برجام بیرون بیان، چون یکی از شرایط اصلی این توافقنامه پیوستن جمهوری اسلامی داوطلبانه یا غیر داوطلبانه به پروتکل الحاقی بود. اثر دومش این هست که اگر این عمل بشه به این مسئله و دولت هم واقعا عمل کنه، پروتکل الحاقی رو انجام نده، هر سرمایه گذاری که بخواد به ایران بره، در ایران سرمایه‌گذاری کنه، روابط تجاری پیدا بکنه، به نوعی دخالتی در اقتصاد ایران پیدا بکنه، باید از اینجا حرکت کنه که جمهوری اسلامی داره پنهانی کارهایی انجام میده که نتیجه این کارها در نهایت این خواهد بود که حالا اسرائیل، آمریکا و یه دولت دیگری از طریق یه حمله نظامی یا حمله به مراکز اتمی و غیره یک شرایط جنگی، غیر جنگی، شبه جنگی به وجود بیاد. خب هیچ سرمایه‌داری، سرمایه‌گذاری، هیچ اقتصاددانی در این شرایط عمل نمی‌کنه. بنابراین مجلس اصلا نفهمیده که چه کار داره می‌کنه، چه ضرری به دولت و موجودیت خودش می‌زنه. این یک عکس العمل احمقانه است به ترور آقای فخری‌زاده و بیش از اون نیست. عواقب حقوقی برای دولت نداره. دولت می‌تونه انجام نده این مصوبه مجلس رو ندیده بگیره. آقای ندیمی، از شما میخوام اینو بپرسم که علارغم خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته ایران موسوم به برجام، به هر حال لنگان لنگان این توافق تا اینجای کار دوام پیدا کرده، چند هفته ای به دولت فعلی آمریکا باقی نمونده. الان این مصوبه‌ای که مجلس تصویب کرده اگر اجرایی بشه، اگر از این اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی خارج بشن، چقدر این احتمال وجود داره که دست کم به توانایی ساخت بمب هسته ایران نزدیک بشه؟
الان برابر میشه که با حدود 2.5 تنی که ایران اورانیوم غنی شده با غلظت پایین داره میتونه در صورتی که این غلظت رو ادامه بده به حد بالا بتونه 2 تا بمب اتمی درست بکنه و در نتیجه این باعث نگرانی کشورهای هستش که برنامه اتمی ایران زیر نظر دارن. در صورت برداشته شدن پروتکل الحاقی تمام بازرسی های ویژه سازمان انرژی اتمی که بر اساس این پروتکل اجازه داشتن به صورت سرزده البته با اطلاع قبلی ولی با سرعت خیلی زیاد از سایت‌های مختلف اعلام شده و اعلام نشده انجام بگیره برداشته میشه و این بازرس‌ها دیگه نمیتونن از مراکزی که احتمال داده میشه ایران در اونجا فعالیت‌های نظامی اتمی انجام میده بازرسی داشته باشن و همینطور اطلاعاتی که از ایران درخواست میکنن ایران میتونه خیلی راحت بهشون این اطلاعات رو نده، هرچند که همین الان هم ایران اطلاعاتی که در مورد برنامه‌های مشکوک خودش به آژانس میده خیلی ناقص است. فرزین ندیمی، مهران براتی و رضا تقی‌زاده، ممنونم از سرسه شما آقایون.